شاعری شغل عجیبی است نمی شود به آن شغل گفت انگار خدا که آخرین معجزش کتاب قرآن و کلمات و عبارات است این استعداد عجیب ورز دادن کلمات را به بعضی ها می دهد زوغ و نبوغ و حس و حال از آن بالا شره می کند و شاعر هم می نویسد و می خواند و همه را مسحور می کند شعر از عرش می آید تا دلها را به رعشه بیاندازد. مهمان من در این شبهای عزیز شاعری است که از دل کبیر آمده از شهری با شهد شیرین ولی زخم خورده از تقدیر روزگار میخواهم با او از شرشر کلماتی بگویم که از آسمان کبیر بر زمیرش نشسته و اینطور به او بال پرواز داده آقا سلام علیکم ارادت خوبی؟ چطوری؟ خیلی خوش آمدی بوسه افتار من افتاد بله به وقت فراغ عدسه های آفیت را عرج ننها دیم پس بح بح بح. ببین چیکار کردم برای این مدل خورما حسین گفت که ساوه شهره به انار است و بم به رتبش یار ما نیز به شیرینی مرموز لبش بله بح چطوری؟ چطور این؟ برم چه خبر؟ امشب فقط چایی بنوشیم بله. بکشیم و تو قصه بگو حتی قصه حسین کرد شبستری با افتخار با افتخار چه خبر؟ ازای فداد بشم تو خوبی؟ الهی شد یه ویدیوی داریم؟ بله با هم ببینیم در باره تو و بعد گفتگو رو شروع کنیم بسم الله می کویر شاعر پرور است هم آسمان پرستارش و هم ریگ روانش حالا به اینها خرما و پرتغال و ارگ بم را هم اضافه کنید تا شاعری به نام حامد اسکری تحویل بگیرید حامد خان اسکری دهم ده خرداد 61 در بم متولد شد یعنی درست یک هفته بعد از آزادسازی خرمشهر شهر. شاید اگر همکلاسیش علی رضایی که سگا داشت رمز بازی های سگا را به او راحت داده بود ازگری شاعر نمیشد. اولین شعرش این بود تو استاد سگایی علی آقا رضایی. دروس حوزوی و قضاوت خوانده و آن یازده ثانیه لعنتی پنجده 1382 نه تنها شهرش که شعرش و خودش را هم تکان داد حامد آقای اسکری استاد نظم و غزل است اما دستی بر آتش نصر و رمان هم دارد و تازگی ها هم مجریگری را به هنرهایش اضافه کرده به چلچلی رسیده و حالا خودش ستاره در آسمان پر ستاره کبیر است شرمنده کردیم مخلصی شما مثل آن چایی که می چسبت به سرما بیشتر با, با همه, همه گرمیم با دلهای تنها, تنها بیشتر. با بیشتر درد را با جان پذیرای ما با غمها خوشیم قالی کرمان که باشی میخوری پا بیشتر هیچ کس از عشق سوقاتی به جز دوری ندید هر قدر یعقوب تنها شد زلیخا بیشتر هر شب عمرم به یادت عشق میریزم عزیز بعد حافظ خانه شبهای یلدا بیشتر زندگی تلخ است از وقتی که رفتی تلخ در بغز جانکا هست هنگام تماشا بیشتر وم که بودم فقر بود و عشق اما روزگار زخم غربت بر دل ما کاشت اینجا بیشتر بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم خون شد انگشتم بر آجر حک کنم ما بیشتر. به، درست حامد. حامد جان. وقتی بچه بودی یه کتابی رو دوست داشتی بخری، بحر. شاهنامه بود فکر کنم. بله. و بعد 450 تومن. بله. برای اینکه بتونی بخری مجبور شدی از قابلمه آشپزخانه مادر تا مم. آفتابه بری برای فروششون که اون 450 تومن جور شه. جور بشه. چی بود ماجراش؟ ماجرا این بود که روبروی دبستان ما یک کتاب فروشی عظیمی بود بزرگترین کتاب فروشی بم خدا رحمت کنه آقای ایران نجاد رو رحمت. خیلی مرد تنومندی بود صبح با باکر می اومد توی یه مبل بزرگی چرمی از این پشتارا فرو می رفت و شما این شکلی نبود که مثلا بگی یه مداد میخوام بره ورداره بیا رو بهت بده لوازم و تحریر دفتر کتاب همه چی داشت بعد من تو کتاب فروشی این قدم می زدم رو به رو مدرسه بود یه کتابی بود که عکس یکی از این جنگ های شاهنامه رستم با یه اجداهایی داش داشت می جنگید این مشت اجده فکر کنم نقاشی آقای صادق صندوقی هم بود و این رو گرفت بود و من هی می رفتم به این پیرمر می بودم این چنده؟ دوباره فرداش این چنده؟ این چنده؟ خلاصه یه روزی که شیفت عصر بودیم اومدم یه دونه این نمکی ها که اون موقع ما بهش میگفتیم ما بهش چی میگفتیم؟ آره ما بهش میگفتیم اینا اومد تو کوشه داشت جار میزد من رفتم مثلا یه دومچ فیلنگ داشتیم یه خورده نیکل داشتیم یه خورده قابلمه اینا آتاش خالایه. یه قابل من برداشتم مثلا فرسودش کردم که بشود و دادم به این آقا و پول گرفتم پول گرفتم و رفتم اون کتاب خریدم چقدر گرفتی؟ 450 تا پولو که گرفتی بودو بودو رفتی پیش آقای ایران نشد بله. پول گذاشتی بهش گفتی که اون کتابو میخوام بله بله بعد چی شد؟ بعد گفت که تو خیلی اومدی دنبال این کتاب گفتم آره گو این شعر ها شعر میدونی چیه گفتم آره دیگه توانا با بعد هر کی دانا بود و زدانش دل گو نه این فرق داره و تو خیلی اومدی دنبالش من اینو هدیه میدم بهت آره چه با معرفت روح شاد روح شاد چه با معرفت خیلی مرد عجیبی بود و با بابام هم رفیق بود ولی من هیچ وقت بابام خرج نکردم من بابام موقع رئیس آموزش پرورش بم بود و آقای نجات توی خونهشون یه خونه باغ داشت پشت کتاب فروشیش نخلهای بلندی بود بین این نخلها رو فرش مینداختن روز روزه خان می اومد روزه می خون. و من این برمیگرده به عقبتر به کودکی چون دریافتی از روزه نداشتم معمولا رو پای بابام دراز می‌کشیدم. شبها روزه بود کامران هیچ کس توی شاخ و برگ اون نخلها ندید اون جغد سفیدی رو که من می دیدم که می اومد روزه گوش می کرد و بالهاش خوف انقدر دراماتیک بود انقدر سینمایی بود و من هی فکر می کردم که این یه،, چیزیه که من فقط می بینمش خاطر همین لذتش رو با هیچ کسی به اشتراک نذاشت اصلا آدمی دورت بگردم زاده سه چیزه وراست خون محیط و آموزش یه تو ایام زلزله یه خبرنگار بلژیکی از من پرسید که شما کویریا دنیا رو یه با یه عینک دیگه ای میبینید با یه جهان دیگه ای میبینید چرا گفتم فرقش همین جاست کامران نگاه کن این فرش این پارکته من کودکیمو چهار دست و پا روی گل و مرغ و شکارگاه قدم زدم این فرش زایده دست یه دختر تبریزی یه دختر کاشونی قصه داره اون لحظه بغزش گره شده تو این فرش کرمونی کاشونی قومی تبریزی فرقی نداره این ربات ساخته یخه پلاستیکیه دروغ میگه عجب کار کرد آقا ایران نشد. آره،, آره و بعد اون 450 تومن تو جیبت مون و بعد رفتی به واش لباس رفتم بغلش ات... کالای ورزشی ایران لباس استقلال ها. بله یه دست لباس استقلال. اون دیگه پول گرفت بله اون دیگه شو خیلیش و استقلالی شدی بله من استقلالی شدم یعنی از وقتی که تیم هم اومد توی لیگ برتر دیگه شدم مستقلالی <laughs> سومه راهنمایی بودی که ام. رفتی حوزه علمیه بله درس بود به عشق خودت بود یا اصرار خانواده یا هر دو یا هیچ کدام بابام که مخالف بود خیلی مخالف تو تو کلم یه سوالایی بود که گفتم برم ببینم خدا پیغمبرم چی میگن و رفتم سبب. گفتم بابا من میخوام برم حوزه آخوند بشی گفتم آره گفت سخت ها من با روحیاتی که تو میشناسم سخت اذیت میشه گفتم حالا فوقش تجربه است دیگه گفت باش رفتم ثبت نام کردم یه کنکورکی دادم و بعد شدم طلبه و چه ایامی بود کامران چه ایامی بود ببین تازه این تخم رو تو تک زدی شکوندی و وارد جهانی شدی که آدم ثابت میکنه پونزه شونزه سالگی تو دیگه بله تو دیگه با, با, مادر تاکسی سوار میشی یه نفر ثابت میکنه متوجهی و هی سوال 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 و خیلی ایام خوبی بود حجره شماره نو من خیلی شبها به سلوک گذشت نه به معنای عبادت نه به معنای بندگی به معنای مراقبت و جواب اون سوالهات رو گرفتی؟ گرفتم آره. و بعد زدی بیرون؟ من طلبه که شدم سال سوم پدرم گفت که یه دیپلومی هم بگیر ضرر ندار و رفتم در یک دبیرستان شبانه ثبت کردم همزمان با اینکه در حوزه همزمان درست قاچاقی یعنی حوزه هم مخالف بود و قاچاقی و هم کلاسی هایی که سربازی که آتش نشانی که اومده بودن دیپلم بگیرم در دبیرستان امام کرمان به محضرت آرزم که کنگ. بابا معرفی کرد؟ نه خودم سنجو بونجو کردم پرسجو کردم و حوزه با روحیه شاعرانه تو سازگاری داشت؟ به شدت به شدت مثلا منطق مزفر رو تو میخوندی مثلا در تعریف علم منطق میگه آلتون قانونیتون تو و مراعات هزه ان الخطع فی الفکر اول العلم معرفت الجبار و آخرها تفیز الامر علیه حوزه به شدت ذهن رو کلاس بندی و قاعد مند میکنه حوزه تنها تحصیلاتی که شروعش سخته و پایانش راحت میشه ببین تمام کتاب های رفرنس حوزوی عربیه و توی پونزه ساله باید بری الفیه ابن مالک، سیوتی، مغنی العدیب، مختصر المعانی ارزم به حضورتون جام المقدمات، سمدیه، هدای اینها رو بخونی اون کلنجار رفتنه اینکه تو در پونزه سالگی که پی کشف جهانی یه ها میبینی عرب مثلا به شطور ما به یک حیوان گردندرازی که لبهای پف کرده داره و زانوهای که برو بسته میگیم شطور نر و ماده نداره شطور شطوره عرب نرشیه یه چی میگه به مادهش یه چی میگه به سرخش و تکمیل ترین زبان جهانه و تکمیل ترین زبان جهانه بله مثلا یه استاد ما داشتیم استاد فلسفه اون بود میگفت که من یه جاهایی میخوام به فلسفه فکر کنم عربی فکر کنم <applause> چون زبانش عمق <امخ> داره <applause> و بعد دیگه رفتی برای اینکه دیپلم بگیری شبانه خوندی و برد. بعد جفتی دیپلم گرفتی و برد. بعد دیگه حوزه رو گذاشتی کنار خیلی بعد کنکور دادم آها. یعنی شد دمدم های کنکور آها. به خودم گفتم آقا آمد کنکور میدی حوزه رو ادامه میدی جلو آینه و کنکور دادم حقوق قبول شدم گفتم ای بله حقوق و همونه دیگه من حمل خوندم این گازکش میریم ترم اول زلزله آره. شد از زلزله و عشق خبر کس ندهد آن لحظه خبر شوی که ویران شد اون یازده ثانیه آه. این درسته که تو همزمان بیش از 300 شماره تلفن از دفترچت بعد از زلزله پاک کردی نگاه یه خانواده های تو بم کامران اسم زنده ها رو تو روقه نوشتن بیشت مرده ها بیشتر از تو کاغذ تو روقه جان می ترخ نکن برنامه رو این نوروز ولی من اونجا بودم هم. بعد از زلزله بم من خبرنگار بودم بله و... بودم همه بولبار اول بم آره بله آره و بعد برای گفتگو ویژه واسه بخش خبری گزارش میفرستدم تو یادت نمیاد من یه بطری آب مدنی از دست تو گرفتم تو رو خدا آره و گفتم آقا کام من اینجوری رادیاتوری ریختم گفتیم مال خودت چند آره. سال گذشته خیلی 19 سال گذشته خیلی روزهای تلخی بود برات اون زلزله م. تو رو تکون داد و تو رو شاعر کرد ببین آقا کامران من زلزله هجرت من بود من با مرگ چای نوشیدم قدم زدم لمسش کردم این دستان به یادت میفته اون گاز آردل آشپزخونه مادر اون کاشی ها اون اون زنگ خونتون بلبلی بود یه yeah. من الان دارم خونم تعمیر میکنم بعد یه کاشی های قدیم بود یه شرکتی کاشی تولید میکرد به نام ایرانا بعد تو میرفتی مثلا هر ده متر کاشی یه دونه کاشی بهت میداد که روش نوشته بود و این یکات روش نوشته بود ید الله فوق عیدی هم روش نوشته بود مثلا خدایا برکت این خانه را فراوان کن پنجتن بود اشانتیونش بود چند وقت پیش رفته بودم برای خونم کاشی بخرم و الان مد شده دوباره برگشتیم به همون وینتیج بازی و کلاسیک بازی و نوستالژیک بازی و من لنگه اون کاشی رو دیدم و هیچ وقت فکر نمیکردم با دیدن یک کاشی گریه کنم من خونم بعد از 19 سال کامران هنوز اتاق خوابمون لوستر نداره تن ماهی رو با اکراه میخورن اه، اهل غور و اه، لوس, لوس کردن هم هم نیستم چل سال هم شده سی دو تا دندون دارم بزرگ شدم ولی یه زخمای هویت تو هن آبروی تو هن عزت توان، ماهیت تو هن باید بهشون مراجعه کنی و نازشون کنی این زخما رو خاروندن زخم و کیف میده دیگه. ریشه بیخنگوش نی اذیتت کنه یه زخم باشکوهیه شانت شادیر را دیر آوردی سرم را باد برد خشت خشته قاجر آجور بیکرم من من بلوتی پیر بودم پای کوه بلند نیم اما تای نیم دیگرم را باد از غزل هایم فقط خاکستری بانده بجا بیت های روشن و شعله ورم را باد برد با همین نیمه همین معمولی ساده بساز دیر کردی نیمه ی عاشق ترم. دیر کردی نیمه ی عاشق ترم. اگر یه ماشین زمان داشتی برمیگشتی به یک روز قبل از زلزله بب خب چه می‌کردی؟ اه... یه تیم تصویربرداری خفن با پنجاه تا دوربین آفیش میکردم و از همه کوچه پس کوچه های شهر از سانتیمتر به سانتیمتر خونه فیلم میگرفتم و همون 24 ساعت رو فقط به بیبی میگفتم حرف بزن به پدر بزرگم میگفتم آواز بخون دوست داشتی برای ایرج بستامی شعر میگفتی؟ بله ایرج یه صدا بی بحشی رهای بیابون بیابونی داشت گوش کنید یا خدا الان برای کدوم خاننده ها شعر میگی هامت الان یه خورده فضای موسیقیمو مک... فتیلاشو پایین کشیدم چرا؟ چون عموما مراجعات گروه سروده و گروه سرود خیلی سلیقه من نیست <applause> ولی کن با آقای افتخاری با آقای خواجه امیری با آقای جهان بخش با آقای قاسم افشار با آقای زمانی با همینا افتخار کاری داشت آدم ها چطور شاعر میشن؟ این شاعری تو خونش اصلا شاعر به دنیا میان از محیط کسب میکنن یا یا چی؟ تولید ادبی حالا به معنای داستان شد. اصلا نوع ادبی ببین آقا کامران شما الان یه ستار بخری بعد شیش ماه مرسه هر سهر میتونی بزنی لطفی نمیشی زاده نمیشی بوم بخری پاستل بخری آبرنگ بخری یه سبد میوهی میتونی بکشی یه جاده یه غروبی میتونی بکشی ادبیات این شکلی نیست دورت بگرد ادبیات یه بنی میخواد یه چشمه ای میخواد که بعد تو خودت شلاق میزنی تلاش میکنی میدوی کتاب میخونی و تولید میشه اون وقت شده تو خلوتت به این فکر کنی که این شعر را اگر من برم بدم به بقالی صد گرم پنیر بهم به میده یا نه جوانتر بودم بهش فکر میکردم به چند دلیل یک توکلم کم بود دو اینکه هنوز بالهام قوی نشده بود بعد به این نتیجه رسیدم من اگر توی جزیره تنها هم بگم زندگی کنم همین قشر میگم همین قم می الان بالهات قوی شده بستگی به طوفان روبروم هم داره ولی نمی ترسم از پرواز اولین باری که احساس کردی داری بال در میاری سر این شونه ها جوش زد بله بله کتابم اولین کتابم پری دخت نه حال و هوای از تورنج و بلوچ کرمان چاپ شد اه و شده به این فکر کنم که کاش میرفتم دنبال همون قضاوت به هیچ عنوان چون با, تا با احترام به همه وکلا و قضات با احترام واقعا قشر مهمی میان در جامعه ما و عزیزن و آدم شریف هم در بینشون بسیار زیاده من یه بعد از فارغ تحصیلیم دفتر وکالت یه رفیقی کار میکرد لایه می نوشتیم اون پروانه داشت میرفت دفاع میکرد یه پرونده اومد که دوتا داداش بودن یکیشون یه, یه جوراب بافی از پدرشون به ارث رسیده بود بعد یکیشون شر بود یکیشون سر به سلا این شره مثلا می اومد، سر کار نمی اومد بیکار بود میرفت رفت می اومد بعد یه هم مثلا این پسر خوبه هم می اومد به, دادا به مادرشون درآمد میداد میگو بعد این درآمد مثلا امروز این ماه و تو به من حقوق بده و یه بار این پسر اومده بود به مادرش گفته بود که پول بده میخوام برم پودر پروتئین بخرم برای باشگاه مادره نداده بود مادرشو زد داداش خوبه فهمید اومد زورش این داداش بده بیشتر بود بحثشون شد و اینها بود چند وقت بعدش پسر میره یه مقداری مواد مخدر میخره میذاره تو خونه بعد میاد به مادرش میگه آره من غلط کردم اشتباه کردم فلان بهمان میگه آره شما دو تا داداشید برای چی میخواید اینجوری کنید و اینها زنگ میزنم الان اونم از کارگاه میاد با هم بشینید و روی هم ماچ کنید و تموم بشه این میگه باشه تا داداش بیاد مثلا من برم این نوشابه بخرم بیام میره و میاد و زنگ میزنه سرده سرده میریزه و این رو میبینه حجم زیادی مادره میگه مال خودم گردم میگیره داداش خوبه به ما مراجعه کرد که مادرم زندانه چیکار باید سند جور کن بودو بیا فلان بهمان ال بر چهارشنبه من سند رو یعنی مدارک رو بردیم و قاضی کیشی که امضا کرد و گفت شنبه آزاده من رفتم و گفتم بعد مادر ای مادر شهید های کچولوی مثلا گیس هنا کرده سجادش هم میشه پهنه اینا گفت که خدا خیرت بده تو رو قرآن اینا من اصلا بین اینا دارم دیوونه میشم و این صحبت ها این خبرو که ما بهش دادیم رفت توی مثلا اون گهده خودش بند خودشونو گار شنبه آزاد میشه شنبه آزاد میشم این که از توی زندان پول میدن برن شیر نخامهی بخرن جشن بگیرن آزادی حاج خانوم حاج خانوم قندش میره بالا و صبح جنازهش میاد اون پسر رفت امین آباد داداش بده رفت امین آباد و بستری شد و گفتم من دیگه میخوام با کلمه پولر بیارم نون بخورم حال مردم خوب کنم من در بهترین حالت بتونم قانون رو اجرا کنم ادالت رو هشتگی سنگینیه چقدر؟ عجیب مم. چقدر تصویری تو قصه هات هم مثل شعر هات خیلی تصویری بار و فرق بزرگی تو با خیلی ها همینه تصویر میسازی تصویر های قابل رؤیت برای عزیز. نسل ها پریدخت چقدر قشنگ بود شنیدم کنار حرم امیر نیت کردی که بنویسی برای دخترت بله و نوشتی بله قصه پریدخت قصه خیلی درونی بود من پدرم آقا کامران زاهدان درس میخونم و من رو داشتن پدر و مادرم بعد یه وقتا یه صدای موتوری میپیچید تو کوچه یه مردی در خونه ما رو میزد پشت موتورش خورجین داشت یه پاکتی میداد به مادر من و مادر من این چادر فلفل نمکیش رو هاش در رو که می‌بست این چادر می‌افتاد رو هاش بعد تکیه میداد به در به دیوار و همینجوری تا میشد مینشست و این نامه رو می‌خوند این کاغذ رو می‌خوند یه وقتا گریه می‌کرد یه وقتا نامه کی بود بابام از زاهدان براش نامه نوشت مادرم کرمان بود بعد کاغذاش هم یا صورتی بود یا سبز بود و بعد اینا رو تا میکرد توی جعبه آرایش مخمل جیره سبز تیره داشت میذاش تو من سی و دو حرف و روف بار یاد گرفتم و کلمه ها رو یاد گرفتم و خدای من رو ببخش با ماما من رو ببخش یه بار دست بر زدم به این جعبه ها و تصدقت حبیب قربانت حبیب فاطمه من فاطمه جانم به اینجا زد سالها بعد و من همیشه فکر می کردم که کامران یه ادای دینی به نام داشته باشه مهم. و پریدخت ماجرای نامه های عاشقانه یک یک سید محمودیه که در فرانسه درس توابت میخونه با دختری که با دختری به نام پریدخت در محله پامنار تهران و چرا اونها... برای دخترت نوشتی؟ یه نسخه عشق ایرانی نوشتم که محرم داره سفر داره در دنیای دنیا ولنتاین و... در دوران تنها خرس نباشه خرسی, خرسی به خرسی خرس هدیه دادن آره زندگی شیرین تر از کاکاوایی که ما به هم هدیه میدیم یه وقتای تلخیاش هم جذاب تره زخماش هم شریف تره مرد قافیش درد کامران یه جاییش تو نامها که خودت رو داغون کرد کجاش شبی محمود تیر خورد خیلی گری کردم آره نفیسه اومد گفت چی شده گفتم صد محمود کشتم هر سفرنامه ای که من ازت خوندم یکی از یکی بهتر میشد قربونت بر برم تا رسیدی به نیویورک منم اونجا نیویورک بودم که کذایی روزهای آخری که داشتم برمیگشتم بله, بله بله و گفته بودم باید بمونی تا سفر رئیس شما تموم بشه و اون آخرین روزهای خبرنگاری من بود البته که حامد رو دیدم درست بیا بله. میخوام از اون روزها بگی از اینکه چه شد به امریکا رفتی و قبلش میخوام ازت بپرسم که شده تا الان وام بگیری به سان شاعری که شاعری وام گرفت شعرش آرام گرفت وام پولی یعنی یا شعر یا وام شعری وام پولی وام پولی آره؟ وامی که آرومت کنه حالا هر جوری نه باشه هیچ وامی آدم آروم نمیکنه نه یعنی مثلا شده تا الان پول بگیری و شعر بگی در تاریخ ما الا ماشاءالله زیاد بوده ببین دو وجه داره این سوالت یه وقتی یه پرانسورایی یه خواننده یه سفارشی میده در تمام دنیا متداوله و مرسوم گفت تو ترانه میگی و تو مارکته یه نریشن یه مستندی رو بله. می‌نویسی ولی بله. این که مثلا بگم به این شرط که فلان نه من خدا شاهده توی دوران انتخابات اسم نمیارم از ستاد یکی از کاندیده ها به من زنگ زدن کاندیده های ریاست جمهوری که ترانه ستاد انتخاباتی آقای دکتر شما بگید گفتم نمیگم گفت که چرا گفتم خب من برنامه ایشون مد نظر من نیست پسند من نیست رأی منم نیست گفت واقعا اعتقادتونه گفتم بله گفت آقای اسکری اسم تو نمیزنی. گفتم مگه میشه لطفی ساز بزنه و از شنیدن قطعش نفهمی لطفیه با وجدانم چیکار کنم گفت واقعا اعتقادته گفتم آره گفت آقای اسکری چکت رو میز من ها گفتم چند اون موقع پراید میشد والله لذیب گفتم نه و کات بیا توی توشات من من رو داری میبینی که توی یه کافه رفیقم نشستم و پول قهوم هم نداشتم بهش گفتم آراد میام حساب میکنم اومدم اینجا که گریه کنم پس فردا تولد دخترمه و چهل و شیش هزار تومن پول تو حسابمه خدایا تو شاهد باش و طلوع آفتابو نبینم اگر دروغ بگم. زنده باش. و نگرفتی نگرفت. و از خودت مراقبت کردی. بالاخره و اون حاشیه‌هایی که بعد از سفر نیویورک به همراه رئیس جمهور برات ایجاد شد، پس دردش خیلی مزاوق داره. احتمالاً گفتی خدایا من که این همه سال از خودم مراقبت کردم. چرا؟ نه، اتفاقا گفتم خدا دمت گرم قامران من گوشم پر از به چه چه بود پر از لایک بود، پر از ایوالا بود، پر از ریپوست بود و ریستوری و این سفر لازم بود من شلاغ خوبی خوردم فقط یه چیزی آزارم داد یه چیزی دوتا چیز، بذار اینم بگم این رو شاید خانوم هم, هم ندونه خانوم آدم هم ندونه ولی خدا شاهده اینو فکر کن یه بطری آب مدنیه طرف میومد، اینجوری مثلا فکر کن اون در در مدرسه دختر منه اینجوری می اومد با دوربین می گفت با رئیس جمهور سفر میری منتظر باش از بیمارستان زنگ بزنم بیا دخترتو و باران توی باگیراند رد میشد موتور تو با پس، پسر تو با موتور میزنیم یک این یعنی احساس ناامنی کشنده صبح به صبح بیدار میشم اینجا پنج تا سفید میشد بیدار میشم بعد نماز میچیدم باران نبینه نیکان نبینه دو یه کسایی که توی پرواز بین نماز مغرب و شاد تو آسمون کاپیتان پرواز گفت که چل دقیقه توی یه خط داریم میریم نماز قبله رو به این بره نمازتون رو بخونیم به این ماه مبارک گریه کردم بین دو نماز و گفتم الهی بمیرم رفیقام باید تو اون بدن باید بالا خام در بیان جانف کندی فرود اومدیم رفتیم هتل به وای فای بس شدیم و دیدم رفیقام دارن میزنن بعد تو که پری شب پری رو من و تو تو موکه و این تو عراق داشتیم چای میخوردیم تو که ای من زنگ زدم بریز منتی ندارم سر سرکار آقا من اشتباه باشه اوکی من تو غلط کردی رفتی استوری گذاشتی فوشم میدی اپ نداره چرا تگم میکنی؟ هوایی بزن میخوره به من چقدر درس بود برد چه تجربه ای بود ببین چقدر بانک مرکزی سالی خدا تو من کام را میده یک قرونی ضرب کنه چرا؟ باید پولمونه باید آره یک قرونی های دور برم ریختم دور. خلاص آره خلاص صف چسبیدم به زندگی فضا مجازی را بل کردم خیلی داره خوش میگذارم این دغدغه رو نداشتی که مبادا من به یک نویسنده به یک شاعر حکومتی تبدیل بشم آخه حکومتی شدن یعنی چی اینو بهش ای من رفته بودم اونجا مثلا بگم حاله نور دیدم من با دوستانی هم که میرفتم عرض کرده بودم گفتم آقا من هاشیه نگارم بعد یه تصمیم مهمی قرار کامران نجفزاده تو زندگیش بگیره استخاره می استشاره میکنه و استخاره غیر اینه مگه با اهل فنش میشینه مشورت میکنه و بعدش هم میگه خدایا برم یا نرم قرآن رو با میکنه نوشتی اون سفرنامه رو؟ بله پونزه هزار کلمه نوشتم و جالبه تو این پونزه هزار تا هنوز پام به نیویورک نرسیده یعنی با مفهوم امریکا شروع کردم و کودکی بذار پاراگراف اولشو بخونم میگه امو حسین تودوزی داشت مخمل های رنگا رنگ را به جای جای مغازه آویزان میکرد ماشین که میامد مخمل ها را پرزنت میکرد این ژاپنیه جنسش خوبه یه خورده گرونه رو پیکانم نمیندازم این ترکه این هندیه این پاکستانیه یک مخمل بالانشین بود رنگ ای داشت اما حسین فقط به ماشین های مدل بالا پیشنهادش می کرد با سه جمله مخ مشتری را می زد آفتاب بم نمی سوزوندش سیگار بیفته روش آخ نمی گه چرک شد یه دستمال کفی کن به ما روش این روز اولش میشه. خیلی قشنگ خیلی قشنگ دمت کرد چرا اجرا میکنی این شب دوست داری اجرا رو دو تا نظر دارم من یک محرم دو رمضان یک کاری برای مردمم بکنم عموما هم رفقا رسانه‌ای و تلویزیونی لطف دارن پیش نادار میسنجم و جایی که جنسم باشه شکلم باشه حالم توش خوب باشه میپذیرم چرا میگن جان بم آفت نداره و هم خب خاکش دلیل علمیش رو نمیدونم ولی چیزی که بابام میگفت میگفت بم خاکش یه خاک ویژه ایه که خیلی نیازی به کود و اینها نداره و بادم جانم من میوه یک یعنی محصولیه که نمیدونم این سال پی دنبال یه چیزی یه سراغ این خورمه ها بله بودهی یعنی چی؟ چی؟ بودهی بودهی خورما یعنی نخل به شدت کامران شبیه آدمی نر داره و ماده و لقاه باید اتفاق بیفته یعنی بودهی یعنی بارور کردن نخل بارور کردن, بارور و کردن و نخل حسن. چه جوری بارور میکنه؟ از بین برگ های درخت نر یه شاخه های میاد بیرون شبیه خربوزه یه پوسته ای داره این رو میشکافن و یه گردی داره این گردش رو جمع میکنن با اون شاخه هایی که رشته رشته هست این رو تک یک آدابی بسیار کار حساسیه این رو میبرن و میذارن بین خوشه های خورما و دورش هم با پیش میبندن با همین برک های خورما و درخت بارور میشه کدوم یکی از این خورما هاست که گنجشک میخوره همین مضافتی رو در بم ما هم. بهش میگن چی؟ میگن بول بول خار. بل بل خار بل بل خار بله بس که شیرینه بل بل ها گاهی میان نوک این رو تک میزنن و میخورن ما در بم معتقدیم که بل بل از ساداته و خبر شهادت سید و شهدار رو هم در بال و پرش رو در خون سید و شهده آغشته کرد و برد به سایه پرندگان ابلاغ کرد و خبر رسوند و معتقدن که این خورما خورمای تبرکیه خورمایی که بلبل بل نوک زده خورمایی تبرکیه به خاطر همین مثلا زن بارداری اگر باشه آدم ضعیفی باشه مریضی باشه میگن حالا یه خورمای بلبلخاری هم بشه جانب. نخر حیرت آوره زیستش ببین یه رسمی من بچه بودم دیدم مم. این نخل رو شما کاشتی خب بله نخل ده تا 15 سال طول میکشه که سمر میده. یا نخل یا نگار به تاراج رفته است عمر من و پدر سر این قد بلند ها سمر نمیده ده سال یازده سال سمر نمیده من صاحب نخلم میام با کامران میبندم مم. تبر رو میگیرم به دست و شروع میکنم با تمام تبان زدن به این کمر نخل <متصفيق> کامران ارام میرسه میگه چیکار میکنی؟ میگه بی غیرت و ده سال زحمتشی کشیدم این خورماه میده یک کیلو سمر درست به من نداده خجالت نمیکشه بی همه چیز به سنگ آب داده بودم الان فلان میگه حالا بابا تو بیا این بر من با ای صحبت میکنم حالا تو میگه نه بابا من دازمش دیگه بیکارم بی مگه به این آب بدم ساعتی مثلا خدا تو من آب و قنات بکشم بیارم پای این میگه حالا تو یه دقیقه دوباره من یه دوتا تبر میزنم و تو منو به زور میکشی میبری کامران میاد نخلو و بغل میکنه میگه یک سال برات وقت میگیرم خوش خیرت. راست میگه دیگه خجالت بکش ده سال دیگه آب تو داده کوده تو داده خجالت بکش دیگه به 99 نه درصد سال بعد محصول بده محصول شاعرها زود عاشق میشن زود یعنی اصلا وقتی گفتی رفت و قزل در ابتدای چشم اپ... راهش عمرشون منظور تو یا در اول مواجهه دل شوره ما بود دل آرام جهان شد م. تو عشق بوده که از دست داده باشی زود شده عاشق بشی و زود فارغ بشی نکست شده با خانم جر بحث کنی م. و بعد برای اینکه از دلش در بیاری براش شعر بگی مثل نوشته های نادر ابراهیمی برای همسرش مثل مثل یادداشت های شاملو برای آیدا آیدا برا... در آینه این اتفاق نیفتاده که قهر باشه و والا بعد به خاطر شعر بخوای یعنی به وسیله شعر ولی یه اوایل ازدواجمون یه سفر سه روزه من رفتم بم بعد این سفره شد ده روز بارانم در راه بود خانومم زنگ زد و گفت که با صدای گرفته پجمورده ای گفت دو تا خبر بعد گفتم چی؟ او رفتم سایت سازمان سنجش و دیدم ارشد قبول نشدی گفتم اب نداره حالا مهم نبود گفت خبر دوم این که آقای صابخونه آقای قاسمی اومده دم در و گفته تا آخر ماه خالی کنید پسرم داره دیدی همه پسراشون امریکا دارم میاد <تصفح> پسرم داره خارج میاد و میخواد بشین و بعد پ قیزه از زیر گریه صدا شکستن و خونم شنیدم خودم رفتم پشت ارک شروع کردم قدم زدن شد این غزل ای دلبر یا دلهوره حضرت آدم پلکی بزن و دلهوره باش دم آدم پلکی بزن از پلک تو الهام بگیرم تا کاسه ی تنبور و ستاری به تراشم هر ماه ته چاه نشد حضرت یوسف هر باکره ای هم نشود حضرت مریم گاهی غزلم گم شدن رخش بهانه است تهمینه شود همدم تنهایی رستم تهمینه شود بستر لالایی صهراب تهمینه شود یک غم تاریخی مبهم تهمینه من ترس من این است نباشد باب دلتین رستم بیرخش پر از غم این رستم معمولی ساده که غریب است حتی وسط ایل خودش در وطنش بم ناچاری از این فاصله هایی که زیادند دلگیرم از این مردن تدریجی کم کم هر جا بروم شهر پر از چاه و شقاد است بگذار بمانم که فدای تو بگردم من نارون ساق خورده تو گل سرخ تو سبز بمان من به درک من به جهنم به به ما سرعت نور رو میدونیم سرعت تاریکی چقدره سرعت تاریکی یواشه آدم به یه قطره که میفته توی لیوان از خود نویس یواش تیرش میکنه با اولین گناهت میگی اینطوری طوری با اولین خطات با اولین اختلاصت، با اولین دیر کردن اولین رفته رفته چرک میشی و حواست هم نیست سخته ولی تاریکترین اتاق ها یه تاریکی هزار ساله رو توی اتاق تصور کن اهرام مصر رو تصور کن یه مقبره تاریک سه هزار ساله با اولین گشایش در هزار سال طول نمیکشه اون تاریکی هزار سال روشن بشه به پلکیه حامد تو تو بحران های زیادی روزنامه نگاری کردی متروپول سیستان بم و یک روایت بحران میکنم امشب سه تا ترور اتفاق افتاد یعنی سیاسی وقتی بخوای نگاه میکنی خوارج میگن که سه تا سر فتنه رو بزنیم علی امرواز معاویه و موفق نمیشن و خدا رو شد که موفق نمیشن شب هر کسی قرارش قرار نیخونش خونش روی زمین ریخته بشه بعد کامران چه شخصیتیه علی علیه السلام که تو بزرگترین فیلسوف های جهان فانوس به دست دارن تو کلماتش میچرخن پهلوان دورش میگردن دیپلومات های جهان ازش یاد میگیرن رزمندهها ها و جنرال ها و جنگجو ها به دکترین نظامیش نگاه میکنن بشر یه شخصیتی رو از دست داد تو این شب ها که از مسیر خودش منحرف شد قطاری که روی ریل داشت میرفت یک سانتیمتر این دیگه مهم نیست کجا میره هر جا بره گمراهیه ما خیلی هنر کنیم خیلی هنر کنیم خیلی هنر کنیم حضرت قنبر رو بشناسی ببین تو رفتار و عکت و حرکت از این پست تر وجود نداره کامران که تو دنیا نفهمتت دنیا اذیتت کنه سینت صندوقچه اسرار باشه بری توی نخلستونا بکنی توی چاله حرف بزنی کلماتت رو دفن کنی و سباک بشی زوغمه ها هیچ وقتی سندی هیچی بهش ندارم ولی میگم همه مواد مذاب تو جیگر زمین حرفای علیه رزقی اگه به ما میرسه از پرشال علیه اگر نخود لبیای توی خونمون رو مولا مدد کرده نمیشه این آدم رو دوست نداشت آره این انتلکت بازی هایی که نه مثلا دین افیون دین اگر سر رو بالش گذاشتی پلکاتو و بستی و به حرفات توی ستون روزنامت به حرفات توی کافه به حرفات توی جمع توی صفحه اجتماعیت بعد گفتی که نه ولی علی علیه از اسم کار رستگاریت هست دمت گرم قربونت برم دمت گرم من برم روزنامه رو بیارم آه. تو رو به این دوربین برای ما بخون ایرج بستا می بخون چشم چشمت پرنوش کار سختی عزیز <applause> دل اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد ور از طلب به فتنه برخیزد تو عمر خواه و صبوری صبوری که چرخ شعبد باز هزار فتنه از این ترف تر برانگیزد به 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 ببخشید دیگه آقا این روزنامه شما با تیجه یک که شاعر تصویر هست این آب رو یادم رفت ازت بپرسم اون آب گیریی که داشتیم تو خونتون آره یه آب میوه گیری داشتیم جهاز مادرم بود و خیلی موتور پرزوری داشت مم. بعد میخواستیم که مثلا آب پرتغال بگیریم این موتورش که روشن میشد این همینجوری راه میافتاد و میرفت یعنی اگر مثلا یه خورده باش خوب برخورد میکردیم و خوب مثلا درس میخوند یه خورده ای شاید مثلا میتونه سلان یه تسلا باشه آره گفت با آقا اه... یه قرصی داشت بقیه قرصا رو نصیحت میگرد گفت خجالت میکشید پاستیل درس خوند شد جلوفه قربونت برم بغل چطور اختراع شد آره گفت وقتی بهشت از زوجل اختراع شد حوا که لب گشود غزل اختراع شد در چشمهای خسته مردی نگاه کرد نزدیک ظهر بود بغل اختراع شد آهی کشید و آه دلش رفت و رفت و رفت تا حاله به دور زحل اختراع شد هوا بلوچ بود ولی در خلیج فارس رقصید و در حجاز اول اختراش مرسی که آمد ممنونتم قربون زنده باشی دعا کنیش عزیزت. در پناه خدا بس.